خب در اصل منم خدمت بینندگان شما شبکتون سلام عرض ادب و احترام دارم و با سپاس از اینکه خواستیم مصاحبه کنیم به پیشنهاد شما بودیش البته. و خب چیزی رو که میخوام باهاش شروع کنم صحبتم رو اینه که دغدغه من یه شخص به خصوصی نیست. دغدغه و نگرانی من اون تفکر به خصوص هستش که به گذشت زمان داده جا میفته، خیلی قشنگ داره تو جامعه و به ویژه تو نسل جوان، همونایی که میگیم قشر خاکستری، داره تاثیر خودش رو میگذاره. من صحبتم روی سخن من با اون تفکر هست و امیدوارم که در اینجا بتونم یه نکاتی رو مطرح کنم و بینندگان آگاه بشن و ببینن که یک کسانی خیلی زیرکانه از طریق یه میکروفون و یه دوربین و اینا میشینن و برای رسانه عمومی ختمش تعیین میکنن و تفکر انحرافی پدید میارن، آشوب فکری، اختشاش سیاسی. چیزی که میخوام بگم اینه که این آیین زرتشت، من گفتم که بهشون احترام میذاره همچیز، ولی وقتی که اینا میان زرتشت رو میکنن ابزار، میان درباره شیعه زرتشتی و شیعه آریایی صحبت میکنن، اون موقع زنجیر من پاره میشه. برای اینکه این ایجاد دوگانگی، ایجاد یه تفکر زائد در ذهن مردم در رابطه با شیعه و در رابطه با باور دینی ایرانیا و به ویژه همون قشر خاکستری، خب این به نظر من کاملا غلطه. در ضمن یه نکته دیگه که میخواستم بگم، استثمارگرانه ترین آیین دنیا، دین و آیین دنیا نسبت به زن همین زرتشته. اونایی که میان تبلیغات کاذب میکنن، دروغ میگن، اینا با اهداف سیاسی میان. شما خودتون برین طبق همون اوستا گاداها مطالعه کنین، میبینین که زرتشتی ها، یعنی از نظر حجاب، زنا که میخواستن از یک مکانی به مکان دیگه برن، اینا رو میکردن تو کیسه میبردن که مواد دیده بشن، تو بخشه میذاشتن اجداره اسلامی. خب اینو میدونم، اینو خود گاداها و همون کتابای خودشون خوندن. و یه نکته دیگه که میخواستم، من یه خانم زرتشتی رو میشناختم که این خانم پدرش بود کرد، سه تا برادر داشت و در آیین زرتشتی ارث به دختر نمیرسه. رفتش این خانم شیعه شد که بتونه همون ارثی که حالا میگن که پسرها دوتا میبرن دخترها یکی میبرن، اقلا در دین اسلام یا در شیعه اینطوریه. خب اینم از این. پس زن در دین آیین زرتشت هیچه، هیچ و پوچ و نول و نکس. من به عنوان زن اصلا و ابدا نمیخوام چنین دینی داشته باشم و نمیخوام مردمان من تشویق بشن به یک دین و مذهبی که ما 2500 سال پیش داشتیم، یا تا پیش از اینکه اسلام بیاد 1400 سال پیش، اونم نه همه جا موضعی. اگر که ما بیشتر از دو سلول مغز داشته باشیم، نمیخواد که بریم تاریخ هرودوت و نمیدونم طبری و اینا رو بخونیم. با توجه به جغرافیای ایران و گستره جغرافیای ایران، دین زرتشت، آیین زرتشت اصلا در تمام خاک ایران چی میگن اشاعه پیدا نکرده بوده، فقط موضعی بوده در جاهایی که دسترسی بوده، دربار میتونسته به اینا دسترسی پیدا کنه. خب اونا زرتشتی میشدن و آتشکده هایی هم دوروبر ایران هستش که همین رو نشون میده. ولی به باور من ایرانیان باستان هم زرتشتی بودن، هم مسیحی بودن، هم کلیمی بودن، هم بت پرست بودن، هم چوب پرست بودن، هم گاو پرست، همه چی بوده توشون. این فقط کامن سنسه به قول آمریکایی‌ها. این چیزی نیستش که بخوام بگیم باید بری تاریخ رو مطالعه کنی، نمیدونم تاریخ بدونی. از که پود میان و حرف میزنه گرفتن تاریخ خونه، نه چرند از سر و مغزشون میریزه. خب اینم از این، فقط کامن سنسه به خاطر جغرافی. شما تصور بکنین همین 100 سال پیش، 200 سال پیش یه جایی میخواستن از یه شهری به یه شهر دیگه برن، هفته ها طول میکشید. اصلا میخواستن یه مسافه، اصلا جاده نبود، راه نبودش، خیلی جا با خر و قاطر و اینجا میرفتن. چطور میشه یه آینی در اون گستره جغرافیای ایران همه جا پخش بشه؟ نبوده. پس این که بگیم ما همه ایرانی ها در زمان گذشته زرتشتی بودیم و این
اوه حالا باید خیلی برامون مهم باشه و این از افتخارات ماست. خب نه، یه چیز خوبی بوده ولی همه گیرم نبوده، همه جا هم نبوده. اینم دروغ بزرگیه که یک کسانی به ما چپاندن. حالا در هر صورت چیزی که میخوام بگم، الان این دین زرتشت یا آیین زرتشت شده ابزار کار برای جریان ملی گرا که هدفشون دین زدایی و جنگ با شیعه است و جنگ با شیعه. و ببینید، من رهبرمون رو خیلی دوست دارم. ایشون هرگز اهل منم منم زدن نبودن. ایشون اومدن این سیاست‌های کلان رو با این دوراندیشی عمیقی که دارن گذاشتن و 34 سال پیش گفتن من ایرانی رو میبینم که کشور دیگه‌ای جرأت نداره نگاه چپ بهش بکنه، و این رو گفتن اون موقع و انجام دادن. و هیچ موقع رهبر ما نیومدن بگن که من کردم، من دارم این کارو میکنم، منم نزدن. هرگز میگن به یاری خدا، خداوند کمکمون کرد و این شد. عین الاسد اومدن دفاعی ما، اومدن عین الاسد رو زدن ولی دستورش رو رهبر زدن. دفاعی ما که بدون اجازه رهبر کاری نمیکنن. هرگز شما نشنیدین از رهبر بیان بگن ما رفتیم نمیدونم عین الاسد رو زدیم، من بودم گفتم این بود. مثل ترامپ دیوانه که فقط و فقط حرف خودشو میزنه، منم منم منم. باز افرادی که میان پوز میدن داشته‌های مالی و مادیات رو براش تبلیغ میکنن و در واقع سبک زندگی غربی رو به مردم نشون میدن، تبلیغات میکنن برای اون و خلاف اینا، تمام خلاف ارزش‌های معنوی و عرفانی ماست. بله. تمام اینا خلاف، تمام اینها در واقع خلاف اون تفکری هست که ما در محور مقاومت داریم و این تفکری که داره ایران رو میبره به یه گستره معنوی بزرگتر، نه جغرافیایی. خب برخی هستن میان حرف امپراتوری ایران رو میزنه که حال به همزن شده به باور من. چیزی هستش که ما اصلا در سرمون نمیپرورونیم که بخوام بریم کشورهای دیگر رو بگیریم و اینا. آره امپراتوری معنوی با نفوذ در دل ملت‌ها، آره موفق بودیم و باید از رهبرمون تشکر بکنیم که این گونه است. در هر صورت برخی از این حرکت‌ها و این جریان‌ها، میخوام بگم که جریان ضد شیعه و آوردن شیعه زرتشتی و آریایی، این ایجاد چندگانگی و چند دسته‌ای در مردم هستش. و بازم که من این چند واژه رو ناچارم خیلی بگم، تفکر انحرافی، آشوب فکری، آشوب سیاسی، خطر برای امنیت ملی، اینا همه ایجاد میشه. و میخوام بگم که ما شیعه انگلیسی رو داریم، شیعه آمریکایی رو داریم، حالا یه کسانی اومدن شیعه زرتشتی و شیعه آریایی رو بهش دارن اضافه میکنن. اینا همش ایجاد گسل میکنه در تفکر مردم، ایجاد چنگانگی میکنه، یعنی دست گذاشتن رو تعصب مردمه. چون برخی ایرانیان از دست اومدن، اخیراً کوروش و زرتشت رو براشون خیلی بزرگ کردن، اینا حساسیت پیدا کردن. یعنی یک کسی بیاد دیگه بالا چش کوروش ابروه یا زرتشت یه چیزی حالا یه انتقادی بکنه، دشمن خونی اون میشن. بله و حالا چرا کوروش رو انقدر بزرگ کردن؟ خب کوروش برای اینکه کمک کرد به قوم یهود، اینو بزرگش کردن در چشم یهودیان. کوروش خیلی بزرگه، ولی چیزی که میخوام بگم همه این چیزایی که الان به کوروش نسبت میدن مال داریوش بزرگه، تا جایی که من متوجه شدم. من اصلا تاریخ‌دانم نیستم، هیچ ادعایی هم ندارم، ولی تا جایی که متوجه شدم اینطوریه. حالا در هر صورت اگر که بیایم شیعه رو بچسبونیم به کوروش و زرتشت، خب یه کسی بیاد ایراد بگیره بگه که چرا دارین این کارو میکنین، بعد بیان میگن آهان، هر کسی از این ایراد بگیره این ایرانی نیست، ملی نیست، این داره آب میریزه به آسیاب صهیونیستا، این با اوناست، در صورتی که کاملا برعکسه. هر کسی که این کارو میکنه در واقع داره آب میریزه به آسیاب صهیونیسم جهانی و داره خط مشی اونا رو دنبال میکنه. ما از اول رهبرمون گفتن، تمام سران نظامی ما از سردار دلهامون تا فرمانده کل سپاه، فرمانده کل ارتش، فرماندهان زیر مجموعه اینا، تمامشون افرادی هستن بسیار متدین و مذهبی. شما نگاه کنین به سردار
حسین سلامی نازنین. خب نگاه بکنیم به تفکر ایشون و عمق سخنانشون میبینیم که خود رهبرمون، رهبر عزیزمون، انسان های بسیار متدین و پایبند به اصول اسلام ناب. حالا ما اگه بیایم، این یه جنگ ایدئولوژیکه. چرا یه چنین افرادی اومدن نشستن در رأس نیروی دفاعی ما؟ افراد متدین قلبی و باورشون دلیه، باورشون از دلشون میادش، تظاهر نیست. برای اینکه این الان لازمه و این یه جنگ ایدئولوژیکه. ما داریم با شیاطین میجنگیم و در واقع اگر که صهیونیسم جهانی میخواد از طریق بیدینی بیمذهبی وارد شده و ما با اونا در جنگ هستیم، پس هر جریان و حرکتی که مذهب شیعه رو کمرنگ بکنه، اسلام ناب رو کمرنگ بکنه، بهش میخواد بیاد یه چهره دیگه‌ای بده، چهره زرتشتیگری و نمیدونم آریایی و این داستان رو بده، این ایجاد دوگانگی، دو دستگی، تفکر انحرافی، آشوب فکری و ضد منافع ملی و ضد امنیت ملی ماست. خانم زمانی، منتها یه نکته این هست این وسط، الان یه تعدادی، حالا ما یه بار اسمشون هم بیاریم، مثلا آقای امید دانا، خب و خودتون فرموده بودی تو صحبتایی که داشتیم، هیچ کس مثل شما آقای امید دانا رو نمیشناسد. بالاخره با هم قبلا هم برنامه سازی داشتید، ولی فکرتون الان دیگه کاملا مشخصه که دارید روشنگری میکنید در مورد خیلی از مواضع. خب اینا ادعا میکنن، میگن ما نظام قبول داریم، بعد آقا رو هم قبول داریم، ولی زرتشتیگری خودشون، تبلیغاتش سر جای خودش هست، نحوه و شکلش عوض شده. و وقتی هم که ما میایم اینجا برنامه میگذاریم، نقد میکنیم یک دین و آیین رو مؤدبانه و سعی می‌کنیم مستند به تاریخ ایران و باستان بپردازیم، میان میگن آقا شما ایجاد دوگانه ملی مذهب کردید. در این مورد هم میشه یه توضیح بفرمایید که بینندگان ما هم نظر شما رو بدونن که چه هست؟ بالاخره اونا هم دارن ادعا میکنن، میگن ما هم نظام و انقلاب اینها رو قبول داریم. اتفاقا اونا دارن اینطور میکنن، ایجاد دوگانگی رو دارن و وحدت ملی رو از بین میبرن، وحدتی که در واقع در همین شیعه بودن هست، دارن وحدت اونجا تخریب میکنن. در ضمن من آقای امید دانا رو بیشتر از خیلی کسا نمیشناسم. ایشون منو دعوت کردن برم تو برنامهشون مصاحبه کنم. 4 سال پیش با دو تا مصاحبه با من انجام دادن، همین بودش. از اون موقع هم ما گاهی گداری یه پیامی در فضای مجازی به هم دادیم، ولی مدت زیادیه که من با ایشون ارتباط ندارم. میخوام که مرتبط باشم برای اینکه تفکر سیاسی ایشون یواش یواش دست من اومد. چون که اول که نمیدونین این شخص چطور، این موقعی هم که تازه ایشون از من دعوت کرد برم تو برنامه‌شون، تازه شده بودن، تازه مثلا درباره رهبرای اینو صحبت می‌کردن. خب این مدلای میخوام بگم که شما نمیتونین بگین که من تفکر رهبر رو دنبال میکنم، بهش باورمند هستم، ولی از اون ور شما میایین چیکار میکنین؟ میرین سراغ اینکه ایشون رو شاهنشاه خطاب کنین. اگه رهبر خودشون دوست داشت که خود رهبر اون دوست داشت شاهنشاه باشه، یا اصلا با پادشاهی هیچ ارتباطی داشته باشه، خب حتما یه بار در سخنرانیاشون این موضوع رو مطرح میکردن، یه بار درباره این کوروش بزرگ حرف می‌زدن. خب نکردن. خب علی صحبت کردن. خانم زمانی، آقا راجب علی کوروش صحبت کردن تو خطبه نماز جمعه شون. یعنی اگه صحبتی هم بوده علیش بوده. ببین من یه خورده سیستماتیک بدم. ببینید داعش رو چه تفکری پدید از چه تفکری پدید اومد؟ از تفکر تکفیری، وهابی، بخششون حتی مسیحی بودن. از اون زندان آزادشون کردن، اومدن داعش رو پدید بردن. خب اصلا برای چی؟ داعش برای زدنش کیه اومد؟ مگه ما باید واقعا گمراه باشیم اگر که این رو نفهمیم و این رو ندونیم؟ در مرحله اول و با هدف زدن ایران و زدن اسلام و به ویژه شیعه بود داعش رو درست کردن. خب نتونستن و سردارمون لطفکارشون کسی که بارشون کرد از بین بردشون. خب حالا کسانی میان شیعه زرتشتی رو برای ایرانیان میان باب میکنن، یعنی کمرنگ کردن اون وحدت ملی دور بر شیعه، این چیزی که ما رو متمایز میکنه از خیلی کسان.
با همه احترامی که برای سنی‌های ایرانی خودمون دارم که نه تکفیری و نه وهابی، بی اهمیت کردن شیعه اسلامی. خب اگه آیین زرتشت هم که گفتم مالی بود، ایرانی ها پس از حمله عرب میرفتن زرتشتی میشدن دیگه. چرا این آیین در حال انقراض مثل دایناسورا 150,000 تا زرتشتی، فوقش 200,000 تا زرتشتی هستن، اغلبشون هم تو هندوستان هستن و دارن خونه اون اونایی که اونجا نه اون بخش از زرتشتی که اونجا هستن، خیلی هاشون بسیار ثروتمندن. این ثروت رو از کجا به دست آوردن؟ این خونه این بیچاره هندی ها رو میچیدن ثروتمند شدن. یعنی میخوام بگم اون جریان صحیح و اون جریان زرتشتی ثروتمند واقعا از جریان یهودی صهیونیست جدا نیستن. همون شیوه و کارشون همونه، شیوه و متدشون همونه. در هر صورت اون چیزی که من بهش باور دارم، هر گونه تبلیغات مذهبی و عقیدتی در حال حاضر ضد منافع ملی ماست و ضد اون جنگ ایدئولوژیکی هستش که ما با شیاطین داریم و داریم بازی میکنیم در زمین اونا. خب این فردی که اینجا الان مطرح میکنین، شما نامش رو آوردین، من میبینم که ببینیم، من به گذشت زمان میبینم تمام سمبولا و نمادهایی که در زمینه برنامه ایشون هست و چیزایی که خود این شخص به خود به تزیینات حالا به کت و به نمیدونم چی و اینا، اینا همش مستقیم و غیر مستقیم داره تبلیغات زرتشتیگری رو انجام میده، مستقیم و غیر مستقیم. حالا من یه چیزی بگم درباره این تبلیغات مستقیم و غیر مستقیم. شما میدونین که در زمان گذشته اون موقعی که تبلیغات شروع شد، این تبلیغات برای کالیوود هم هر چیز دیگه از کالیوود شروع شد دیگه، اینا اومدن یه تبلیغاتی رو گذاشتن، یه من الان یادم نیست دقیقاً چند تا لایو یا چند تا فریم باید از در یک ثانیه بگذاریم که فیلم به صورت ممتد دیده بشه، یعنی چیز نشه آهسته سلو موشن به قول انگلیسی ها نشه. خب اونا اومدن یه کسانی که تبلیغات رو میخواستن توی زمیر ناخودآگاه مردم نفوذ کنن در هالیوود، اومدن یک دونه از این فریم‌ها رو از اون سیتا یه تبلیغ رو گذاشتن، حالا تبلیغ سیگار یا هر چی دیگه، که مردم حتی اینو نمیدیدن ولی میره توی زمیر ناخودآگاه دیده میشه، تفکر ما و ذهن ما اونو میخونه. بعد یه کسانی که باهوش بودن اومدن گفتن نه شما نمیتونید این کارو بکنید. اونا نمیخواستن حالا فرضاً پول تبلیغات رو بدن، خواستن اینطوری وارد بشن، بهشون گفتن نه شما نمیتونین، چون این در واقع با ذهن مردم داره بازی میکنه، این بازی با ذهن مردمه. یک کسانی بودن که اندیشمند بودن گفتن ما نمیخوایم چه اتفاقی بیفته، حالا تبلیغات حالا هر چی بود. حالا شما تصور بکنید یک کسی که نشسته پس زمینه برنامهش پر از تبلیغات زرتشتیگریه، پر از فرهور و نمیدونم پر از تمام این شیر و خورشید و همین داستانا، ایشون اصلا به پرچم ایران باور نداره، به پرچم سرنگ ایران و علایی که لا اله الا الله ایشون گفته اسم این پرچم گفته خرچنگ نشان. البته حتی بعد از اون دوره‌ای که مثلا میگم من تغییر کردم به پرچم مقدس کشورمون که این همه شهید پاش خونشون ریخته شده، میگه خرچنگ نشان. خب حالا اگر که ایشون اینو میگه که واقعا من اصلا اونو نشنیدم، ولی من دارم مشاهدات خودم رو میگم. واقعا برنامه ایشون رو من نگاه نمی کنم، وقت ندارم و نمیخوام هم نگاه کنم. حالا در هر صورت میخوام بگم که این تبلیغات مستقیم و غیر مستقیم برای زرتشتیگریه. اون کسانی یه میدیای خارجی خیلی خوب میتونه مردم رو گمراه کنه و شستشوی مغزی بده، مثل من و تو، مثل سقوطی اینتر آشغال اسمشو گذاشتن، یا اون شبکه صدای آمریکا یا بی بی سی و تحلیلگران هم که بشینن جلوی دوربین میتونن همون کارو بکنن و تبلیغ و سبک زندگی غربی رو بکنن، تبلیغات دینی بکنن و تبلیغات شیعه زرتشتی بکنن، شیعه آریایی بکنن، فرافکنی افکار عمومی و عقاید عمومی، ایجاد چنگانگی، مفاهیم جدید رو بیارن، واژه‌های جدید رو بیارن که وحدت کلمه رو از بین میبره، یه تفکر فکری و ایدئولوژیک در قشر خاکستری ایجاد میکنن یا عموم جامعه. خب میخوام بگم که همین کار رو در اتحاد جماهیر شوروی هم انجام دادن و فروپاشی شدش. آمریکایی‌ها اومدن چیکار کردن؟ اومدن
کلی پول خرج کردن کلیسا و کلیسا و مسجد و چندگانگی ایجاد کرده و در نهایت اتحاد جماهیر شوروی فروپاشی کرد. خب پس یک شخص میتونه خیلی تاثیرگذار باشه، به ویژه که بتونه عوام فریبی بکنه و کلی از مردم رو که در اون قشر خاکستری قرار دارن اینا رو بهشون خط بده. حالا کسانی هستن در ایران در داخلی ها که فکر میکنن بودن چنین شخصی خیلی مفیده، چون اون خاکستری ها رو میاره به ایرانگرایی و ملیگرایی و اینا، ولی من میخوام اینو بپرسم، آیا ایرانگرایانی که بی مذهب هستن یا تفکر زرتشتی گرایی دارن یا تفکر بی دینی دارن یا اصلا دین براشون دیگه مسئله نیست، فقط ملی گرا هستن، آیا اینا کسانی هستن که برن شهید بشن برای سانسانت خاک کشور؟ من فکر نمی کنم. من فکر می کنم یه طرف در کنم همه اینا در میرن، تمام اینایی که دم از ملی گرایی و اینا میزنن. من به این باور قلبی رسیدم که ما نیاز داریم به ملی مذهبیون، هر دو تاش باید باشه تا درست باشه. یه کسی که میاد ملی گرایی رو، زرتشتی گرایی رو، ایران گرایی رو، آریا گرایی رو، ایران شهری رو، ایران شهری یعنی ایران بدون اسلام، ایران بدون ولایت فقیه که مرتب حرفشو میزنن، اینا رو میخواد تبلیغاتشو بکنه، یعنی در واقع داره آب میریزه به آسیاب صهیونیستا و در این جنگ داره کمک میکنه که ملت ما بی بو و بی خاصیت بشن، اصلا تمام غیرت و تعصبشون گرفته بشه. بله. خب در هر صورت اینا میگن که یه چیز دیگه هم که خیلی جالبه برای من برخی از این بینندگان میگن اینه که آره اگر که پادشاهی بد بود یا سیستم نخست وزیری بد بود، چرا تو انگلیس هنوز خودشون اینو دارن ولی از ما اینو گرفتن؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه اون تفکر و فلسفه امام خمینی حشمکی بوده، اون اصلا برای خودش بود، هیچ کاری هیچ کاربردی نداره، اما پادشاهی فراماسون ملی انگلیس چیز خوبیه. خب این گروه نمیدونن که بابا اون خاندان سلطنتی فراماسونری انگلیس، اون مردم بدبخت نتونستن از شر اینو خلاص بشن، خود خاندان سلطنتی انگلیس فراماسونری هست. پس بنابراین اونا اون جریان صهیونیسم یا گلوبالیسم چرا بخوان از شر اینو خلاص بشن؟ البته که تقویتش رو میکنن، ولی یه مرد بزرگی تاریخ اومد به نام امام خمینی و از شر این سیستم پادشاهی موروثی استثمارگر که خود محمد رضا شاه کلی از ایران رو به باد داد. حالا فرض کنین این پسر بی ارزش که به جز دختربازی چیز دیگه هم تو کارش نیست، زنبازی و این داستان ها، اصلا این آدم اصلا ایرانی نیست، اصلا 18 سالش بوده، 18 سالش هم نشد از ایران رفته بچه هاش اصلا فارسی صحبت نیست، باید بیاد بشه برای ما پادشاه. حالا وقتی که در هر صورت امام خمینی آگاهانه و زیرکانه اومد یه زیرساختای حکومتی رو برنامه ریزی کرد، رهبر ما الان برای 6 ماه فقط برای 6 ماه کاراشون چی میگن توجیه میشه یا تفسیر میشه توسط خوبگان رهبری. هر 6 ماه یه بار میان برآورد میکنن آیا این رهبر ما کاراشو خوب انجام داده، محک میزنن. خب اگه یه پادشاه موروثی باشه، یه دیوونه باشه، مثل حالا ما تعداد زیادی از این پادشاهان دیوونه داشتیم در درازای تاریخ، موروثی باشه، خب چه بدبختی سر کشورا میاد. این سیستمی که ما الان داریم رهبر اینجا هستش برای چی؟ برای اینکه دین دخالت بکنه در حکومت. من باورمندم قلبی به دخالت دین در حکومت اسلام ناب باشه، با اینکه با حجاب اجباری مسئله دارم، اینو باید در همینجا بگم. بله. حجاب باید دلپایی باشه، ولی نمیخوام وارد این موضوع بشم الان، ولی به خاطر اون درایت و هوشمندی ولایت فقیه که ما چی نداریم؟ ازدواج همجنسگرایان و ازدواج محارم که الان در فرانسه قانون شده، اون باید باشه و یه رئیس جمهوری هم باید باشه که مردم انتخابش میکنن وقتی درست انتخابات درست برگزار بشه که مردم انتخاب میکنه، یعنی مردم سالاری. حالا اون
اون شخص اومده میخواد نمیدونم نخست وزیری بیه و ولایت فقیه هم که میاد اسم رهبرمون رو گذاشته شاهنشاه. بعدش هم چی ایزد نشان. ایزد نشان یعنی چی؟ منم خیلی دوست دارم که واژه‌های فارسی به کار ببرم، فارسی ناب در گفتگو سخنم. اما موضوعی که اینجا مطرحه اینه که این ایزد نشان یه تفکری پشتشه، فقط این نیست واژه‌های عربی رو جایگزین بکنیم. آیت الله خامنه ای نام و صفت ایشونه، خب بنابراین وقتی آیت الله رو میگیم ایزد نشان، خب ایزد نشان آره پارسیش کردیم، ولی یه تفکری پشت این هست. تفکرش هم اون تفکر شیعه چیه؟ شیعه زرتشتیه، شیعه آریاییه. خب پس این آدم در ظاهر میگه من رهبر رو دوست دارم و میاد تمجید و تعریف میکنه و اون همه برنامه میسازه، در باطن موضوع دیگه ایه. موضوع در واقع چی میگم، جایگزین کردن زیرساخت حکومتی فعلی با یک نظامی هستش که حالا ولایت فقیه یه مدلی اونجا هست و یه نخست وزیری میادش که مثلا مجلس انتخاب میکنن، فکر میکنه که آره چون که این سیستم پادشاهی در انگلیس هست چیز خوبیه، اونو برای خودشون نگه داشتن، مال ما رو خراب کردن، حالا باید اون جایگزین بشه. ولی نمیدونن که اون بدبختا همشون فراماسونری هست، خمینی شاهکار کردش، یه مرد بسیار شجاعی بودش که این کار رو کردش. در هر صورت این داستان که تفکر زرتشتیگری و پادشاهی و نسبت دادن این چیزا به رهبر ما، ابزار کار برای گمراه کردن تفکر جوانان ناپخته به نظر من. سوال من دارم در مورد همین، خب این در راستای اجرای سیاست‌های کدوم یکی از دولت‌ها و کشورهاست که اگر شما بیاید ولایت فقیه رو جایگاهش رو استحاله کنی، عوض کنی، تعویض کنی با شاهنشاهی که خود ولایت فقیه میگه ظالمانه است، منطق اسلام میگه ظالمانه است، این در راستای کدوم یکی از قدرت هاست، کدوم یکی از دولت هاست، کدوم یکی از خواسته های استعماریه؟ این خواسته های تمام دولت های غربی صهیونیستیه که متاسفانه در تمام این دولت های رخنه کردن. اون جریان تلمودی در تمام دولت ها رخنه کردن، یکی از پارلمان کانادا از همین جنس هستن، از همین نوع هستن. اونجا جاستین ترودو یه آدم بسیار بیمار روانی و صهیونیست و مغز استخونه. این تفکر آمریکایی، تفکر انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، آلمان بدبخت بیچاره که الان برده شده. و حالا من دارم که وارد این مسائل سیاسی بشم، ولی این تفکر ضد اسلامه و این تفکر ضد ایدئولوژی است که ما داریم ایجاد دو دستگی و دوگانگی با هر نوع، بخواییم شیعه رو هر چیزی رو کنیم اسمشو بذاریم منحرفش بکنیم، همینه، یعنی اون دستت کلمه رو میگیره. خب درستا شما خودتون اشاره کردیم دیگه، اگر که آقا نظام پادشاهی رو دوست داشت که دربارش ایشون شما میگین به علیه کوروش هم ایشون صحبت کرده، من اونو نشنیدم، واقعا نشنیدم، ولی صحبت هم نمی کردن، برای من خیلی روشنه کوروش رو تحریف کردن. اصلا کوروش خب یه داستان خیلی زیاد یهودی صهیونیستی هستش، اینو بلدش کردن، بزرگش کردن برای رسیدن به اهداف خودشون. در هر صورت من میخوام یه نکته دیگه ای رو اینجا عنوان کنم، این مدال لوحی که الان ایشون افتخار میکنه که گرفته از یوتیوب، لوح نقره‌ای بود چی بود که آقای امید دانیا دریافت کرده بود؟ لوح نقره‌ای؟ آره، یه کسی برای من اینو فرستادش. خب یعنی و من اندازه دو سه دقیقه شو دیدم که ایشون داشت افتخار میکرد، داشت لوحشو باز میکردش و نگاه میکرد و لوح افتخار، لوح نمیدونم نقره‌ای، حالا منتظر نقره طلاییش هم هستش که حتما هم بهش میدن. خب حالا چه افرادی این لوحو میگیرن؟ من خب میرم سراغ اون. یک، افرادی که درآمد آگهی زیادی برای یوتیوب ایجاد میکنن این لوحو میگیرن، نه اینکه فقط رسیده باشن به 100,000 تا با چنگ و دندون. ایشون بالای 100,000 تا الان چیز داره، بیننده داره در یوتیوب. خب یکی این افراد میگیرن، چون هر کسی که بیشتر آگهی به خورد ملت بدبخت داده باشن بیننده که میشنن نگاه میکنن، آگهی حالا
ببخشین شورت زنونه است یا نمیدونم ابزار کار برای لاغر شدن زنای لختی رو نشون میدن. من یه مدتی یه کسی من رو چی میگن یه کسی به من گفت شما بیا آگهی بذار تو برنامه ها تا یوتیوب خیلی به پرپاد نپیچه، ولی من آگهی گذاشتم. شرایط خوبی نداره، شرایط خوبی نبودش، من دیگه نخواستم. یعنی این مانیتایزیشن رو من چیزش کردم، دیسیبلش کردم، اصلا نمیخوام، اصلا آگهی تو برنامه سیاسی جا نداره این از دید من. و در ضمن دوم، این مدالو به چه کسانی میدن؟ مدال به کسانی که واقعا با صهیونی هماهنگی داشته باشن و افکار اونا رو در برنامه‌هاشون پیاده کرده باشن، چون این فضای مجازی و به ویژه یوتیوب و اینستاگرام کاملا صهیونیستیه، تا مغز و استخون صهیونیستیه، صهیونیستیه تلمودیه. اگر شما من یه ببینید یه برنامه درست کردم درباره همجنسگرایی علیه اونا، اومدن برنامه منو بستن و یه هفته به این استرایک دادن، ولی اومدم یه برنامه درست کردم برای تعالی، برای یه برنامه بود در رابطه با سدیس همسرجون، یه برنامه که هرچی گشتم چی بوده تو این که اینو در واقع حذفش کردن، متوجه شدم که اینها اگر که من حجبیات بیام نشون بدم اونو حذف نمی کنن، ولی اگر که ضد اون باشه چرا حذف میشه. حالا این فضا کاملا صهیونیستیه و اگر شما در زمین صهیونیست بازی بکنی و منافع اونا رو تو برنامه هاتون مستقیم و غیر مستقیم مطرح کنین، اگر ضد اسلام باشین، یعنی با صهیونیست رو دارین کار میکنین، اگر شما مسلمان واقعی باشین هرگز این مدال رو نمیگیرین. کانال های کسانی که دلی مسلمان هستن هیچ موقع اینا از دست این چاقو و نمیدونم استرایک این جریان یوتیوب در امان نیستن. نگاه بکنی به کاناله استاد رایفی پور، استاد عباسی، دکتر مرندی، دکتر فاده ایزدی، رهبرمون، توییتر رهبرمون، توی کاناله نجاح محمد علی که من بایشون مصاحبه میکنم، کاناله خیلی دیگه، کانال کریس هکر، کانالی داشتش با چند صد هزار تا بیننده، کانال ترو نیوز 350 هزار تا بیننده داشتن، ولی اینو ضد صهیونیسم بودن، کانالش رو بستن. خب پس چطور میشه که به یک کانالی رشد میکنه نمیبندنش، اصلا مسئله ایست بهش مدال و لوهم میدن و اینکه خوب در زمین اونو بازی کرده، چه چیزی بهتر از حربه این که بیاد با زرتشتیگری و نمیدونم ایران باستانی و ایران شهری و اینا این شیعه رو کمرنگ بکنه و در به چی میگم بالاترین شرایطش اونا میرن زرتشتی میشن، در کمترین شرایطش اصلا دین براشون بیرنگ میشه، کمرنگ میشه، دین زدائی و مذهب زدائی میشه. خب چه چیزی از این بهتر؟ مگه داعش رو برای همین پدید نیورده بودن؟ خب داعش نرم همینه، داعش جنگ نرم همینه. خب آیا آدم باید برای خدمت به یوتیوب و این فضا که کاملا صهیونیستی خوشحال باشه و از لونشون تقدیر بکنه و چیز کنه؟ در هر صورت اون کسانی که روی یکی این اشخاصی شرط بندی میکنن خیلی زیر میدونن دارن چی کار میکنن، چون اینا خیلی هوشمندانه و زیرکانه دارن کاری رو که اونها سخت افزاری میخواستن انجام بدن نرم افزاری دارن انجام میدن براشون. ایران بدون ولایت فقیه، ایران بدون اسلام، ایران شیعه زرتشتی، شیعه آریه، اینا چیزای خودیه. در هر صورت اون تفکر ایران شهری تفکری است که اونا میخوان جا بیفته در ایران، ملیگرایی، ایرانیانی که ملیگرا هستن بدون مذهب، که اینا دوزار هم نمیارزن، ملی بدون مذهب هیچ فایده ای نداره. در صورت در زم اینا در زم من میبینم که دارن یارگیری میکنن، شبکه سازی میکنن و از جوانان ناپخته به نوعی اذیت شده از دست مذهبیون افراطی داخلی اینا گرایش پیدا میکنن که برن به اون سمت. خیلی خوب میدونن اون کسانی که روی چنین اشخاصی سرمایه گذاری میکنن رو چه کسی سرمایه گذاری بکنن. این بسیار هم سخنور خوبیه، بهش واقعا به قول اینجا به قول آمریکایی کردیت بهش میدم، خیلی خوب میتونه ما رو از سوراخ بکشه بیرون
قله مار داره، به قول معروف میگن، به فارسی میگن. در هر صورت کسانی هستن که در داخل و خارج روی شهر سرمایه گذاری کردن، خیلی هم خوب میدونن که چیکار دارن میکنن. این شخصی هست که همه جا بوده، همه کارم کرده، حالا میگن به اصطلاح پشیمون شده. نه، اگه پشیمون شده بودش خب میرفت، مگه قبلا مگه نمیگه من شیعه بودم؟ خب میرفت شیعه میشد اگه پشیمون شده. پس چرا نمیره شیعه بشه؟ برای اینکه هم منبع درآمدش قطع میشه، هم یوتیوب باش چپ میفته، چون که برگرده بهش شیعه، یعنی اینکه یه تو درنی محکم به یوتیوبیا دیگه نه ایدئولو و این چیزه بهش میدن، کانالش هم درآمد ترشارش هم بسته میشه. در هر صورت ایشون یک کار خیلی ناپسندی که میکنه به باور من، از اون موقع من واقعا شوکه شدم. از یک شخصی، از یک خانومی داره حمایت میکنه که قیافه این خانوم رو نگاه بده، این همه کاری کرده. من میخوام ببینم این که الگوییه برای زن و دختر ایرانی، حالا اصلا قربون صدقه رهبرم بره. قیافهش رو نگاه میکنی، من معذرت میخوام این واژه رو به کار ببرم اینجا با پوزش از شنوندگان، قیافهش نماد فاضلاب خالی بوده، نماد فاضلاب خالی بود. هر آنچه را که در هالیوود و هالیوود پیاده میکنن روی این زنهای بدبخت جوسپی که ورود بکنن به اون فضا، این خانوم هم انجام داده، هم روی قیافش پیاده کرد. این چه الگویی هستش برای زن و دختر ایرانی؟ برای زن ایرانی میخوان مطرح کنن دیگه. خب میخوان زن و دختر ایرانی رو از اینی هم که الان داریم میبینیم دیگه بدتر بشه. من اصلا دل خوشی ندارم از این بوتاکس ها و از این نمیدونم چهره پردازی های افراطی که نمی کنم. من خودم تا این سن و سال رسیدم هیچ کدوم از این کارها رو نکردم، برای اینکه فکر میکنم دست و چیز و چیزی که طبیعی این سگ شرف داره به تمام این کارهایی که اینا میکنم. حالا من میخوام بگم که این چه قیافه یه میاد نشین جلو دوربینی میخواد الگو بشه، الگوی فکریه برای زن ایرانی. آخه ظاهر آدم نشون میده باطن چی هست. ظاهر اغلب افراد نشانگر تفکر و باطنشونه، مگه غیر از اینه؟ اگر که اون شخص یه باطن مطمئن و اعتماد به نفس بالا و حرفی رو که داره میزنه حرف دلی بودش که نمیره خودشون قیافه درست کنه به پشه جلو دوزی. خب اینم یه چیز شبکه سازی و چی و جذب برخی از این اشخاص که بیان بهش بپیوندن. برای چی؟ در نهایت وقتی که اینا شبکهشون قوی بشه، دفعه دیگه که انتخاباته میتونن انتخابات رو بایکوت کنن، میتونن یه نفر رو بیان بگن اگر که مردم اگه به این رأی ندین ما بایکوت میکنیم، کما اینکه همین دفعه هم این کارو کردن. اگر تایید صلاحیت نشه ما بایکوت میکنیم، اینطوری تهدید میکنیم. بله، همین کار انجام شد در همین انتخابات 1400. من فکر میکنم شورای نگهبان یه کسانی چه بسا اینجا خوابن، یه خوبه در خواب خوشن، نمیبینن که در فضای مجازی چی داره میگذره. و من بسیار متاسفم که فضای مجازی بیدر و پیکره، اما اونایی که مسئول فضای مجازی هستن نمیرن سراغ اون مهرهایی که میتونن خیلی خطرناک باشن برای امنیت ملی، چون که تفکر انحرافی ایجاد کردن، آشوب فکری، اختشاش فکری، آشوب سیاسی، خطرن برای امنیت ملی ما، نمیرن دنبال اونا. اینستاگرام بازه، پر از بخش مهمیش هم این فاحشه‌ها هستن، قیافه‌هاشون شکل فاحشه هست، برخیشون هم فاحشه سیاسی هستن. ببخشید برای به کار بردن این واژه‌ها، ولی حرف رو باید زد که درست فهمیده بشه. زبان ابزار کاری برای تفکر، بیان و احساس و چیزی که آدم در واقع در دلش هست بتونه بگه. حالا در صورت این شبکه سازیه و به میزانی که یه چنین افرادی رشد بکنن، مخ جوان ها رو بزنن، به ویژه اون گروه خاکستری که به قول برخی ها در داخل میگن که نه اینا باشن خیلی خوبه، چون جوان های ما رو میارن به ایران به طرف وطن دوستی. نه، اینطوری نیستش. ما وطن دوستی که با دین نباشه و یک ارزش های اخلاقی عمیق رو نداشته باشه مثل سران نظامیمون، اینا به درد لای جرز میخورن. من پوزش میخوام از خیلی کسان که در واقع این مدلی گول خوردن، من ازشون خواهش میکنم برگردن. ملی مذهبی، این کلید واژه منه، ملی مذهبی. هم ما باید ملی باشیم،
در جنگی که با صهیونیسم جهانی داریم هم باید مذهبی باشیم. اگر ما مذهبی نبودیم محور مقاومت پدید نمی‌آمد. مگه سردارمون نگفت حرم ایرانه؟ حرم ایرانه. حرم ایرانه یعنی چی؟ یعنی اینکه ما برامون فقط این مهم نیستش که بریم حالا نجف نمیدونم زیارت امام حسین. حرم ایرانه و در ایران ما باید مذهبی باشیم. در ایران هم باید مذهبی باشیم. بله اینکه ایشون مخالف اینطور که من احساس کردم مخالف حجاب اجباری بودن. دیگه ما چه زبونی باید میگفتم؟ این حجاب هم یک داستان یک معضل اجتماعی شده. 43 سال افراطیون مذهبی دارن میتازن، یا توسری یا روسری یا توسری. اینم میخوام یک کوتاه بهش اشاره بکنم. اینم غلطه. اینم غلطه باعث شده که چقدر در اجتماع ما تنش باشه. 43 سال هر موقع هم یه مسئله مهم پیش میاد، الان مسئله اقتصادی صحبه مردمه، میان مسئله حجابو میکشن وسط، میخوان موضوع رو لوس کنن ببرن به جای دیگه. یه بار برای همیشه اینو باید ما از شر این موضوع حجاب خلاص بشیم، از شر این موزل حجاب. من حالا در برنامه خودم بهش میپردازم که چیکار باید بکنیم. خب حالا خوب شد اینو فرمودید خانم زمانی. میدونید چرا خوب شد؟ شما به این مسئله اشاره کردید، مخاطب متوجه شد که مثلا شما با یک مسئله مثل قضیه قوانین حجاب، قوانین الزام آور حفظ حجاب، با اینم مخالفید. حالا دیدگاه شما اینه، بالاخره شمایی که با این دیدگاه و روی کرد مخالف هستید، شما با آوردن اون خانوم هایی که امید دانا و امثاله میارن الگو میخوان قرار بدن، شما اینقدر از دست اونو عصبانی. یعنی کسی که داره این موضوع رو راجع به امید دانا میگیره یا آدمی نیستش که قائل به حجاب باشد یا قائل به الزام به بحث حجاب باشه، ولی اینقدر عصبانی هستید که میگید بابا اون دیگه چه ارزشی که شما دارید تبلیغ میکنید برای زن ایرانی. واقعا من اصلا تعجب میکنم. زن ایرانی خودش خوشگله، خودش خوش‌صورت، خوش‌چهره است. اکثریت زن ایرانی من نمیفهمم میرن خودشون رو به شکل اجنه درست میکنن. اصلا نمیفهمم اینو چرا میرن این کارا رو میکنن و ببخشید فاضلاب هالیوود رو خالی میکنن تو صورتشون. خیلی بده. اصلا مردم اصلا اینو نمیپسندن. من دارم از روی تجربه که با مؤسسه همترجون داشتم. اینم یه گله منه. همتریابی به نوع درستش چقدر منو اذیت کردن. چقدر کانالمون هنوز کانال ما، کانالی که اون موقعی که من اینو آوردم تو ایران اصلا این چیزا باب نبودش، همتریابی به اون صورت که من میتونستم خیلی ایرانی‌ها رو کمک کنم، کانالمو اومدن فیلتر کردن، تلفنمون رو چقدر زدن، چقدر بستن. همون افراطیون مذهبی که باورمندن به سیغه و این داستانا. خب افراطیون مذهبی در ایران بازیچه دست اون جریان یهود شدن، یهود تلمودی صهیونیستی. پریدن روی موج. نه حجابی که از سر مردم برداشتن درست بود، نه حجابی که به زور چپوندن به سر مردم، اونم درست نبودش. دیگه رهبر ما که نمیتونن بیان بگن بابا حجاب نباشه. هر چیزی به راه درست خودش، هر چیزی به اندازه خودش، به تناسب و به مناسبت خودش. خانم زمانی، ما زمانمون از ساعت 23 هم گذشت. خب مطالبی که ازتون دریافت کردیم خیلی به نظرم مطالب خوبی بود و میتونست کمک بکنه برای روشنگری. ما انشالله حالا مطالب شما رو به برخی از مسئولین، بزرگواران، مخاطبین رو هم میرسونیم و ازتون میخوایم که خود شما هم در این زمینه برنامه سازی بکنید. بالاخره در این حالی که ما با هم اختلاف نظر داریم، نمونه‌هایش رو که شما فرمودید خب مشخص اختلافتون رو قبلا با هم صحبت کردیم، در مورد این بحث کشور ایران، در مورد اعتقادات ایران، در مورد اینکه برخی از این آقایون به اسم ملی‌گرایی دارن چه کار میکنن، تو اینجا دیگه اشتراک نظر داریم و شما اومدید امشب هم فرمودید و استدلالتون هم خوب بود و مناسب بود در مورد کارهایی که دارن میکنن به مورد هدفی که میرسن. من میخوام ادامه بدید خانم پروین زمانی. ببین الان برنامه قطع بشه، احتمالاً یه موج حملاتی از طرف اونها مثلا بیاد سمت شما، خب ولی شما به برنامه سازیتون ادامه بدید، یعنی کار خودتون رو انجام بدید، شفاف سازی بکنید در مورد این جریان، در مورد این اشخاص. و میدونم که توی این موضوع شجاعتتون زیاد، اگر نبود که الان توی این برنامه نمیومدید بخواید روشنگری کنید. حالا ببینید، من همونطور که گفتم من با اون شخص به خصوص هیچ مشکل و مسئله‌ای ندارم. من با اون تفکر مشکل و مسئله ندارم. تفکری که داره دعوا شخصی ندارید که؟ نه اصلا. اسلام و شیعه رو میخواد کمرنگ کنه و اسلام چیچو جا بندازه شیعه زرتشتی و شیعه آریایی رو و ایجاد انحراف تفکر بکنه، آشوب فکری، اختشاش فکری، آشوب سیاسی، که این خطره برای امنیت ملی ما. این خطره. من امیدوارم که مسئولین دفاعیمون، مجلسمون، نمیدونم قوه قضاییه، قوه مجریه، اینا بیدار باشن، بدونن که
هر کسی که فارسی صحبت میکنه و ایرانیه و نشسته یه بلندگو گرفته دستش، این نمیتونه آدمی باشه که در واقع مفید هستش، وجودش، بلندگوش، میکروفونش برای موجودیت ایران، برای وجود، برای ایرانیت. اینا چه بسا خیلی هم خطرناک و خطرناک باشن، چون زیرکانه و هوشمندانه دارن کارشون انجام میدن بدون اینکه کسی متوجه بشه. بسیار ممنونم ازتون خانم زمانی عزیز و بزرگوار. صدای بنده رو دارید؟ نه من بله صداتون دارم. خانم زمانی با یه خط دیگه که زنگ زدیم دیگه اشکال ایجاد نشد، دقت فرمودید دیگه؟ نه نه. آره پس خطتون احتمالاً بخواید تماس بگیرید با اون خط به مشکل بر بخورید. و ممنونم ازتون زمان برنامه با اینکه با یه 35 دقیقه اضافه وقت گرفتیم از اتاق فرمان، الانم باز 45 دقیقه از ساعت 23 گذشته. بسیار ازتون ممنونم و متشکرم. اصلی ترین دلیل تشکرم شجاعتی بود که شما آمدید در این حال که می‌خواستید واقعیت رو بگید، شجاعانه مطالب خودتون رو مطرح کردید در این برنامه و به دنبال این نبودید که مخاطب الان خوشش میاد یا مخاطب بخواد بدش بیاد. حداقل توی این صحبت شما همچین چیزی رو ما ندیدیم. من یه چیزی رو بهتون بگم، من حرف دلمو میزنم، زبونم با دلم یکیه، تظاهر نمی‌کنم که دور و برم نمادهای زرتشتی آویزون کنم بعد بیام یه حرف دیگه بزنم. این تضاد دوگانگیه. اینم ضربه آخری که این اشخاص با خودشون مسئله دارن، خودشون نمی‌دونن کی هستن، چی هستن، باورشون چیه، کجا دارن میرن، کجا می‌خوان برن، چیکار می‌خوان بکنن. مردم هم گمراه میکنم. ممنونم ازتون خانم زمانی. آید. بسیار متشکرم. باز از بینندگانم تشکر میکنم که گوش دادن به این صحبت‌ها. انشالله که موثر باشه و با من به عنوان شخصی در نیفتن. انشالله. اینا رو به خاطر عشقی که به رهبرمون دارم، به خاطر عشقی که به وطنم دارم و به خاطر عشقی که به مذهب شیعه دارم گفتم. یه نکته رو فقط در پایان بگم. مذهب شیعه اینکه شما رفتین و دکترا گرفتین در حالا باورها و اعتقادات دینیتون، شما دیگه نمیتونین برگردین بریم بشین کلاس ششم بشین زرتشتی. یعنی این روند پیشرفت و تکامل و تعالی حالا ادیان بوده، آخرینش دین اسلام دیگه. بله. و اسلام ناب و به ویژه شیعه. خب در صورت این حرف آخر من بود. بسیار متشکرم ازتون. در فرمان حق باشید خانم زمانی، خدا نگهدار شما باشه. انشاءالله برنامه سازیشون هم ایشون ادامه میدن، هرچند مشکلاتی توی بحث کانال هاشون تو فضای مجازی براشون هم به وجود آوردن.